اما بعضی اوقات معلمین شما یا طراحان سوال از شما انتظار خیلی بیشتری دارن. بس یکم صبر کنید، همه این مطالب رو سال بعد تو سال دوم آروم آروم یاد میگیرین. فعلا شما اومدین یه قطره از یک چیز رو به شما ارائه دادن، بعد قراره یه دریایی از مطالب رو یاد بگیرین. بعدی هم یک سوال حفظیه بچه ها، سوال خیلی ساده، از این تیپ سوال حتما تو امتحانتون میبینید. کاربرد فلزات، کاربرد مواد، کلور، مس، طلا، کاربردهایی که داره رو حتما یاد بگیرین. الان اینجا در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد آمونیاک بچه ها، به عنوان کود نیتراته استفاده میشه. یادتون باشه شکل ساختاریش این شکلیه بچه ها. شکل ساختاریش این شکلیه، سه تا هیدروژن در اون با پیوند کووالانسی، به این پیوند که بین نافلزات برقرار میشد میگفتیم کووالانسی، به نیتروژن مثلا. این هم میشه ساختار لوئیس. بس من انتظار باید داشته باشم که معلم شما توی مدرسه شما ساختار لوئیس هم به شما درس داده باشه. قطع به یقین میگم 10% معلم ها بیشتر اینو توی سال نهم درس نمیدن. بقیه شون بچه ها میگن آقا اینو حفظ کنید، تو این بازه نمیشه، ولی بهتون قول میدم، قول میدم بچه که سر این کلاس آقا بنویس حرفمو. بعد از اینکه این امتحانات تموم شد، اولا که آقای محمدی براتون برنامه ویژه داره، صحبتی که کرد در مورد بحث مشاوره ای، گفت یک برنامه ویژه در مورد روش های برنامه ریزی توسط خودتونه که انشاءالله این هفته برنامهش رو میچینیم. و بعد این هم این مباحثی که حس میکنیم که نیاز مرور داره و تاکید به سال دهم رو از تابستون از 10-15 تیر استارت میزنیم. بس نگران نباشین، فعلا اگر این حفظ کردی داشته باش، اگر ساختار لوئیس یاد گرفتی لایک داری. خب از یونها تشکیل شده است. چی گفته بودم؟ گفته بودم که اسکرینش میده مهندس، جی گیر کردم. اسکرینشر دادی؟ دست شما، مرسی. خب از یونها تشکیل شده. آقا چجوری بفهمیم یک ترکیب یونیه؟ چجوری بفهمیم؟ یه فلز نافلز، یه فلزی اینجا داشته باشیم به علاوه نافلز بشه میشه ترکیب یونی. اما یه دونه ترکیب هم هست که اصلا توش ممکنه فلز نبینی ولی یونی باشه، اون هم ترکیب هایی که اولشون NH4 میبینی. مثال میزنم، مثلا NH4Cl ترکیب یونیه. آقا قاعده کلی ترش چیه؟ ترکیب یونی ترکیبی که از یک کاتیون بار مثبت، کاتیون و یک آنیون تشکیل شده باشد، آنیون. خب چرا ما میگیم فلز نافلز؟ چون فلزها تمایل و از دست دادن الکترون دارن، بس خودشون مثبت میشن. نافلزها تمایل به گرفتن الکترون دارن و منفی میشن. بچه‌ای که جلسه پیش من یه تایملاین براشون کشیده بودم، یک سری واسهشون کشیده بودم در مورد الکترون ظرفیت توضیح داده بودم، ولی باز هم توضیح میدم که چرا مثلا منیزیم میشه کاتیون دوباره مثبت. اینم توضیح میدم. از رسیدن پرتوهای خطرناک به زمین جلوگیری میکند. اوزون، یادتون باشه لطفاً، اوزون و اکسیژن با هم دگر شکلن. یعنی چی؟ یعنی اکسیژن دگر شکلی از گاز اکسیژن، دگر شکلی از اتم اکسیژنه، و اوزون هم همینطور. یعنی هر دوشون از اکسیژن ساخته شدن، فقط تعداد اتم هاشون با هم فرق میکنه. چی شد؟ دگر شکل. این هم که حفظی بود، حالا سری نکات هم روش گفتیم. عبارت های علمی زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. فلزی جامد که با آب و اکسیژن به شدت واکنش میدهد و تولید باز میکند، محلول بازی. برای اینکه حواستون پرت نشه توضیح میدم در مورد اسید و باز. pH بزرگتر از 7 یعنی باز، pH کوچکتر از 7 یعنی اسید.
خود هفت یعنی خونسا فلزات گروه یکتون با آب که واکنش بدن تشکیل غلیا میدن، تبدیل به یک ترکیب بازی میشن. این فلز مس یا سدیم؟ بابا قلدر محل کیه؟ سدیم. سدیم برنده داستانه، سدیمه که واکنش میده. چی رو باید حفظ کنیم آقا؟ بیا اینجا این سری رو باید حفظ کنیم. اتم گوگرد اس 16 16 الکترون داره، علم غیب داره خدایش، چی گفت اصلا؟ میدونیم دیگه وقتی اتم خنثاه. آقا خنثا یعنی چی؟ یعنی اینجا هیچی نداشته باشه. الان خنثاه، هیچی اینجا نداره، صفر. نه الکترون گرفته نه الکترون از دست داده. یکی از اون ته داره فریاد میکشه میگه آقا وقتی بار مثبت میشه کاتیون میشه، یعنی پروتون گرفته.